درود بر شما همراهان کانال دیگه چه خبر. لطفاً برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. سپاس. ایرانیان در داخل و چه در خارج از کشور به تحریم انتخابات فراخوان دادند. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت شرکت در انتخابات در ایران نشان دهنده امیدها یا ناامیدی‌های نسل جوانه، نسلی تحصیل کرده که در شهرها و حتی روستاها زندگی می‌کند و در این دیدگاه که این انتخابات هم مثل قبلی هاست و چیزی تغییر نمی‌کنه متحد هستند و به همین دلیل حاضر به شرکت در این انتخابات نیستند. این منبع افزود ایرانیان در داخل و چه خارج از کشور شامل خانواده‌های مخالفینی که از ابتدای انقلاب 57 تا کنون به دست رژیم کشته شدند به تحریم این انتخابات فراخوان دادند. هشتگ نه به جمهوری اسلامی به طور گسترده‌ای در هفته‌های اخیر توییت شده. همچنین خشم فزاینده‌ای مردم ایران را نسبت به سرکوب خونین تظاهرات سال‌های اخیر و سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران فرا گرفته. اعترافات مصلحی وزیر اطلاعات سابق درباره مهندسی رد صلاحیت‌ها و اینکه رد صلاحیت رفسنجانی به خاطر شرایط نظام بوده، نقش خامنه‌ای را بیش از پیش در زمینه مهندسی انتخابات از طریق شورای نگهبان برجسته کرده. به خصوص که رفسنجانی کسی بود که خامنه‌ای را بعد از مرگ خمینی در خبرگان رهبر کرد و هنگام رد صلاحیت به خاطر مصالح نظام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. تنین صدای مادر پژمان قلی‌پور در شهر لس‌آنجلس. خواهرم، مادرم، بانوی مبارز سرزمینم، صدای تو یک شهر را بغض‌آلود کرد. به زودی سیل این اشک‌ها دیکتاتور را غرق خواهد کرد. پرده‌های وطنتون تا کمر توی سطل آشغال خمه. چجوری دلتون میاد آروم سرتون رو زمین بذارین در صورتی که بچه های سیستان بلوچستان و سراوان به قتلگاه کشیده شدن و کشته شدن و جوانهای وطنتون دست دست جوانهای وطنتون تنها چیزی که تونستن بغل کنن خاک سرد قبرستون بود. چجوری دلتون میاد؟ ما از شما هیچی نمیخوایم. ما میگیم صدای ما مردم گروگان گرفته داخل ایران باشید. ما میگیم فقط صدامون باشید، دادخواهمون باشید. ما دادخواه خون بچه هاییم که به ناحق کشته شدن، بچه هایی که به ناحق نتونستن جوونی کنن. بچه 18 سالم، جوون 18 سالم و خیلی های دیگه، فقط جوون من نبوده، خیلی های دیگه. 42 سال جوون های مملکت من تا قد علم کردن و اومدن حرف زن و بگن ما میدونیم سهمشون شد گلوله یا تنابه دفن. نتانیاهو برای نخستین بار خیانت پوتین به رژیم جمهوری اسلامی را افشا کرد. بنیامین نتانیاهو در جلسه رأی اعتماد به دولت تازه اسرائیل گفت امروز در تهران سران رژیم حاکم بر ایران از رفتن من از قدرت جشن گرفتند. اما یک خبر بد برایشان دارم و آن این که اسرائیل هرگز به شما اجازه نخواهد داد برنامه هایتان را عملی کنید. نتانیاهو در همین سخنرانی برای نخستین بار فاش ساخت به دلیل روابطی که با رئیس جمهور روسیه داشتم نیروی هوایی ما توانست آزادانه در آسمان سوریه علیه رژیم حاکم در ایران و متحدانش عمل کند. محسن هاشمی رفسنجانی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران: برای عبور ایران از یک پیچ خطرناک به موقع باید جنبی. به نظر میرسه این نامه که تاریخ 24 خرداد 1400 رو بر خود داره وابستگان نظام را درباره عدم مشارکت مردم و عزم آنها برای نه به جمهوری اسلامی به وحشت و نگرانی انداخته و از جمله خانواده‌های مافیایی رو واداشته تا درباره وضعیت موجود به علی خامنه‌ای، ولی فقیه و رهبر رژیم هشدار داده و از وی بخواهند که با حکم حکومتی و یا اقدامات دیگری از نب جمهوری اسلامی از سوی مردم جلوگیری کرده و مردم سالاری دینی رو نجات بده.
علی خامنه‌ای نسبت به اعضای خانواده دو تن از بنیانگذاران انقلاب اسلامی که پیشکسوت و در واقع سرور او بودند، نمک نشناسی کرده و آنها را به رقابت‌های انتخاباتی ریاست دولت رژیم که قرار روز 28 خرداد برگزار بشه راه نداده. فرزندان رفسنجانی که بسیاری او را دست راست خمینی می‌دانستند، اگرچه مدتی بعد از مرگ پدر دست جمعی با خامنه‌ای دیدار کردند، اما در مجموع مغضوب رهبر جمهوری اسلامی هستند. با این همه دل آنها برای نظام می‌تپد. فائزه دختر دوم این خانواده مافیایی مدتی مدام در حال مصاحبه با رادیو و تلویزیون و روزنامه‌های داخل و خارج ایرانه و از مسئولان انتقاد می‌کنه. مهدی چهارمین فرزند رفسنجانی در زندانه. پسر دیگر خانواده یاسر اصولاً هیچ وقت در دور نبوده و وارد مسائل سیاسی نمیشه. دختر بزرگ او هم در این سالها بیشتر سرگرم فعالیت‌های خودشه و تنها محسن پسر بزرگ این خانواده وابسته به جمهوری اسلامیه که در بلژیک و کانادا تحصیل کرده و این روزها رئیس شورای اسلامی شهر تهرانه و با این همه وقتی برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرد صلاحیتش تایید نشد. به گفته فائزه رفسنجانی تمام فرزندان هاشمی رفسنجانی ممنوع الخروج هستند. محسن نیز مانند حسن خمینی چند روزیه که لب به شکوه و گلایه از رهبر رژیم باز کرده و از اینکه بدون هیچ گونه توضیحی صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان رد شده گله و انتقاد میکنه. محسن رفسنجانی در نامه خود به خامنه‌ای نوشته به دنبال عدم احراز صلاحیت برخی از کاندیداهای این دوره ریاست جمهوری شما فرمودید به برخی ظلم و جفا شده و خواستار جبران از سوی دستگاه‌های مسئول شدید، اما متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت. من هم برای آنکه بر فضای انتخابات تأثیر منفی نگذارد سکوت کردم، اما حالا که این مسائل درباره آیت الله هاشمی به این صراحت مطرح شده از جناب عالی تقاضا دارم به درخواست من توجه فرمایید. او در نامه‌اش به تظلم خواهی پرداخته و تأکید کرده برای عبور ایران از یک پیچ خطرناک باید به موقع جنبید. بیشرمی اگر شکل داشت حتما شکل رئیسی بود. در آبان 98 بی تدبیری انجام شد. حتی حاضر نشدند از مردم عذرخواهی کنند. آبان 98 هر کس بازداشت شد آزاد شد. سلام، شهره قمر هستم. رأی ما جوانها رئیسی است و سلام. متاسفانه بی تدبیری بسیار روشنی در رابطه با آبان 98 اتفاق افتاد که برای هیچ کس پوشیده نیست و بعدم حاضر نشدن پیگیری های لازم رو انجام بدن یا یه عذرخواهی بکنن از مردم. من آبان 98 رفتم کرج بعد از حادثه، یه جمعی از خانواده ها بودم، خیلی واقعا دیدن خانواده ها، پدر، مادر، افرادی که در واقع کسانشون از دست داده بودن خیلی دلخراش بود. رفتم ازشون احوالشون رو پرسیدم، استمالت کردم. دلامون آروم شد، همه هر که پشت سر همون زده می شد. من چون میگم پدرم جان بازه، اونقدر حرف پشت سر ما زده شد تا زمانی که شهیده دلامون شد واقعا. آبان 98 هر کی بازداشت شد غیر از چند نفری که اینا ارتباطات خارجی داشتن و بحثشون بحث علاوه بر مسئله حضور 98 مسائل ارتباطات جاسوسی نداشتن، همه اینها ما ته درخواستی از رهبری معظم انقلاب ایشون محبت کردن، همه اینا رو عفوشون کردن، آزاد شدن. نه الان خیلی وقته، خیلی وقت آزاد شدن. ما این کار عمل کردیم، اجرا کردیم. سپاس که کانال دیگه چه خبر رو تماشا کردین. لطفاً برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. ممنونم.